وقتی صحبت از خشونت خانگی میکنیم، نمیتونیم چرخه خشونت رو ندیده بگیریم. یادمون باشه که گاهی اوقات ما چون نمیدونیم که مورد خشونت هستیم، اصلا این چرخه رو نمیشناسیم. چرخه معمولا اینجوری شروع میشه که دو نفر کنار هم هستن یا چند نفر، کسی که میخواد خشونت بکنه و دنبال اون قدرت و کنترل هست، اون ایجاد تنش میکنه، شروع میکنه به ایراد گرفتن، داد زدن و مشکلاتی رو ایجاد کردن. خیلی تحقیق پذیره و بعد از این مرحله بعدی انجام خشونت هست. میتونه دم خونه داد بزنه، میتونه توی خونه کتک بزنه، میتونه توهین کنه، میتونه تحقیر کنه، میتونه از نظر احساسی شما رو مورد سوء استفاده قرار بده. بعد از این که این کار انجام میشه، این جدایی اینجا اتفاق میفته، از هم فاصله میگیرن دو نفر و بعد از خیلی مدت کوتاهی معمولا، ولی بسته به الگو داره و هرچی بیشتر بگذره این زمان کوتاهتر و فشرده تر میشه، میتونن این دوتا به هم برگردن، یکی زمینه رو مهیا میکنه، اون نفر دیگه بر میگرده و بعد از این دنیای هانیمون یا ماه عسل شروع میشه و دو نفر با هم دیگه خیلی خوب و گوگولی مگولی زندگی میکنن تا دوباره این چرخه از سر گرفته بشه و ادامه پیدا کنه. یادمون باشه که اگه این چرخه رو قطع نکنیم و ادامه بدیم، زمانی که این چرخه تکرار میشه سریعتر و سریعتر، زودتر و زودتر میشه و ما آسیب بیشتری رو میبینیم.